در مورد پرسش جناب عالی که بله الان مثلا من دیدم برخی از این مسئولین آخوندا حواریون بیت رهبری میگن که بله این 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن و این تا قیام قیامت هم هست. اولا که ببینید مردمی که هجوم بردن رأی دادن به جمهوری اسلامی به وعده های آقای خمینی رأی دادن و کمی هم در رنج بودن دیگه، در تنگنا بودن دیگه نسبت به رژیم مثلا قبل، دوست داشتن که اون رنج ها و آسیب ها نباشه، این وعده های آقای خمینی هم باشه و تمام آن چیزهایی که از خوبی ها و درستی ها آقایون روحانیان بر منبر میگفتن اینها در جامعه منتشر بشه، یعنی خوبی های دوره پهلوی باشه بدیهاش مثلا نباشه و بعد خوبی هایی هم که ملاها تبلیغ میکردن بر منبر که آزادی باید باشه و انسان صاحب اختیار و آزادی بانوان و این که ملاها و آقایون علما در حکومت دخالت نمی کنند و اختیار به مردم واگذار میشه و آب و برق مجانی میشه و از این چیزا دیگه، از این وعده های این چنینی. بعد الان ما میتونیم متوجه بشیم که بلا فاصله بعد از این که مردم رأی دادن و رفت برگشته و اصلا تک به تک اون وعده ها نه تنها کنار رفته بلکه به صورت یک چماق در اومده بر سر مردم. به همین دلیل اون انتخابات یه انتخابات پر از فریب بوده. الان همین الان در تمام دنیا و در داخل ایران حتی اگه ثابت بشه که یک فردی که کاندیدای مثلا نماینده مجلس میخواد بشه اگر پول بده، اگر وعده دروغین بده، او رو اصلا رد صلاحیت میکنن. به نظر من آقای خمینی به خاطر وعده هایی که داد و بهش عمل نکرد بلا فاصله باید رد صلاحیت میشد و یک چنین معامله بزرگی با مردم بست و در این معامله قش و تقلب صورت گرفت، یعنی بلا فاصله حجاب اجباری شد، بلا فاصله آخوندها تمام عرصه ها رو در اختیار گرفتن و تمام اجناس گران شد و هم وضعیت معیشتی مردم به هم ریخت. کارخانه هایی که اکتیو و فعال و پر از تولید و نشاط بودن یک به یک تعطیل شدن و جنگ در گرفت، نمیدونم بد اخلاقی های بزرگ و بین المللی مثل اشغال سفارتخونه ها که اصلا تو قاموس مردم ایران نبود اینا پا گرفت. این نشون دهنده این استش که آقا ما با یک جماعتی طرفیم که حیاتشون بر ایجاد استراب و تنش و هیاهو و فریبه و زندان هاست. یعنی شما نگاه کنید هر معترضی الان یا از صفحه روزگار محو شده، اعدامش کردن یا خانوادش رو دودمانش رو در هم پیچیدن یا اموالش رو مصادره کردن. من همین امروز آقای چالنگی رفتم اطراف زندان اوین، باور کنید به نمایندگی از طرف شما مردم دستم رو گذاشتم روی سینم، به دو نفر به شکل تمثیلی سلام گفتم، گفتم سلام آقای عبدالفتاح سلطانی، سلام خانم نرگس محمدی، به این دوتا به شکل تمثیلی سلام گفتم و به همه زندانیان. هم. خب این دو نفر برای چی الان زندانن؟ شما نگاه کنید آدمکش‌ها، فریبکارها، لواطکارها، دزدان الان آزادن و جزء محبوبین شخص رهبرن و این مرد بزرگ مثل عبدالفتاح سلطانی که یک آگاهی بزرگ، یک سواد فهیمانه است، یک ادب بزرگه، یا بانو نرگس محمدی یک شرافت بزرگه، یک ادب بزرگه، اینا باید در زندان باشن. یک نقطه ضعف در کارنامه آقای عبدالفتاح سلطانی نیست، در کارنامه خانم نرگس محمدی نیست، اینا چرا باید در زندان باشن و مثلا سعید مرتضوی، سعید طوسی و برادران لاریجانی که یک به یکشون پر از مفسدن، پر از آلودگی و دزدی و اینها هستن باید آزاد باشن. آقای نوریزاد، علی رغم همه این روندی که شما اشاره کردین و به تفصیل و بیش از اینا هم هست، وقت برنامه ما شما رو محدود کرد متاسفانه، اینه که خیلی اما معتقد هستن که این نظام اصلاح پذیره، حتی از کسانی که به زندان هم رفتن و
و حتی از کسانی که مورد عناد حکومت قرار گرفتن و ناچار به ترک کشور شدن در همین آمریکا، در اروپا، معتقد هستند که ولی نه، این رو منحرف شده و میشه به راه آورد. آیا واقعا یک حکومت ایدئولوژیک، یک حکومت ایدئولوژیک دینی رو که همونطور که شرکتین در رأسش ولی فقیه هست که به هیچ کس پاسخگو نیست مگر به خداوندی که بر اساس استنباط و برداشت خود ایشون تعبیری یا شناختی که از خداوند دارن و اطرافیانشون پاسخگو هستن، آیا اصلاح پذیره و قرار چی اصلاح بکنه؟ به چه شکل اصلاح بشه؟ در اطراف واژه اصلاح و اصلاح طلبی جمعیتی قریب 230 میلیون نفر که الان بخشی از اونها مردم هن دیگه مجتمع شدن به امید اینکه مثلا شیوه های اصلاحی در پیش بگیرن و گام به گام برن جلو. من موافق به صلاح این سخن هستم که اصلاحات با آقای خاتمی فرو مرد و تمام شد. بعد از او واقعیتش اصلاحات یا اصلا اصلاح طلبان به حاشیه رفتن و اصلا نتونستن رسالت تاریخی خودشون رو اونجور که شعار میدادن، اونجور که نانش رو خوردن، به منصه ظهور برسونن. یعنی در صحنه اجتماع ما آثار و رفتاری رو ببینیم که برآمده از اصلاح طلبانه. مثلا شما نگاه کنید، یک نفر از اصلاح طلبان حرف از بهائیان نمیزنه مطلقا، نه آقای خاتمی گرفته، نه مثلا یه جوانی که حالا در چارچوب اصلاحات قرار میگیره. یک نفرشون حرف از این که مسیحیان در این سرزمین در تنگنا هستن، آقا استخدام نمیشن. چرا مسئول نباید مثلا یه مسیحی فهیم و آگاه و دانشمند باشه؟ چرا یک یهودی نباید به تناسب دانشی که داره، به تناسب فهمی که داره، در اداره کشور خودش که در این سرزمین به دنیا آمده سهم داشته باشه؟ اصلاح طلبان یک شعاری رو سر دادن، یک پرچمی رو بلند کردن و یواش یواش از اون شعارها و حرفای درشت و بزک شده فرو کشیدن اون پرچمشون، اما همچنان بالا مانده. یعنی همیشه این سخن هست که این آقایون و حالا جمعیتی که در اطراف اصلاح طلبان هست قرار است چی رو اصلاح کنن. اینا میگن ما به جای سرشاخ شدن با نظامی که عصبی است، نظامی که پرخاشگره، نظامی که زندان داره، نظامی که به راحتی میتونه نسلها رو بروبه، به جای اینکه با اینا سرشاخ بشیم در بدنه اینها نفوذ بکنیم و نرم نرم آب رفته رو به جوی برگردونیم. این شدن دوران آقای نوریزاد کدوم جوب؟ دوران طلای امام منظورشون آیا یک ایده جدیدی دارن، برنامه جدیدی دارن، یا همون دوران طلای امام هست؟ من واقعیتش در بین اینها بودم، هیچ ایده ای ندارم، هیچ ایده ای ندارن. اصلا دوران طلای امام هم برای اینها دیگه فرو مرده. یعنی همین الان آقای میرحسین موسوی رو از زندان بیاریم آقای چالنگی باش مصاحبه بکنه، دیگه حرف از دوران طلایی امام نمیزنه. برای اینکه او یه شعاری بود برای اینکه یک حرکتی در اطراف اون شعار صورت بپذیره، اون حرکت الان به عکس خودش بدل شده. شما این رو در نظر بگیرید، شما الان نکته خوبی رو اشاره کردید به اینکه آقا این آب قرار است به کدام جویی برگرده. اصلا چه جویی در حرکت بوده که این آب منحرف شده، حالا اصلاح طلبان قرار هست که برگردونن. مثلا من سوال میکنم، اصلاح طلبان میخوان مردم رو به ادب دعوت کنن، مردم رو به شایستگی دعوت کنن، مردم رو به درستی، به علم، به آزادی دعوت کنن، زن رو بهش بها بدن، جوان رو بهش بها بدن؟ مطلقا اینجوری نیست. برای اینکه در تک تک اینها با یه بنبست بزرگی به اسم آیت الله های شیعه و شخص رهبر روبرو هستن، از صد فرسنگی این مفاهیم اینا حتی جرأت آفتابی شدن بهش ندارن.
یعنی میگم اصلا اینا جرأت ندارن بگن آقا بهایی شهرونده و دارای حقوقی. یکی از گنده های اینها گفته بود اصلا بهایی که شهروند نیست حالا بخواد حقوقی داشته باشه. یعنی ببینید اصلاح طلبی چون بر محور ملا و آخوند پا گرفته، این خودش یک انحرافه، خودش یک هرزروی است. من احترام میگذارم به دوستان و شخصیت هایی که هستن و دلشون برای آینده ایران میتپه، اما هرگز اونها در اندازه این نیستن که مردم رو به افقهای مبارک و درست و منطقی اشارت بدن یا بشارت بدن و خودشون هم در اون راستا یا به حاشیه برن یا خودشون رو با آداب زیستن در اون افقهای مطلوب همراه و همسنگ بکنن. شما یه آخوند رو نمیتونید تجسم بکنید که در کنار یک غیر شیعه ایستاده و داره غم او رو میخوره و به او میگه که تو به عنوان یک شهروند درست برابر من هستی. این نمیشه، برای اینکه تو قانون اساسی هم گنجانده شده که آقا تا قیام قیامت شیعه تفوق داره بر همه و اصلا سازوکار این مملکت با شیعیانه. این اصلا اصل این بنیان ناجوان مردانه و غیر بشری است و این باید برچیده بشه. به همین دلیل اصلاح طلبانی که در اطراف آخوند مجتمع شدن هرگز نمیتونن آدمای مصلحی باشن برای جامعه‌ای که اتفاقا از آخوند داره آسیب میبینه. اصلاح طلبان نمیتونن باشن آقای نوریزاد، یا اساسا یک حکومت بر مبنای دین هر دینی باشه قادر به اداره یک جامعه در عصر حاضر نیست؟ بله من وقتی میگم آخوند، این آخوند ممکنه آخوند یهودی باشه، آخوند مسیحی باشه، آخوند بهایی باشه، حالا بهایی ها میگن ما آخوند نداریم، یا آخوند بودایی باشه. الان مثلا توی میانمار ما یک جنگ ویرانگر که نه، یک آدمکشی بزرگ بر اساس یک اعتقاد داریم، بر اساس یک نگرش داریم، وگرنه مثلا کشتاری که در میانمار صورت میگیره بر این نیستش که آقا تو حقوق منو بالا کشیدی، مثلا زمین منو غصب کردی، حالا باید من زمینو ازت پس بگیرم، به همین دلیل میزنم میکشم. اینجا باید به دادگاه مراجعه کرد. این کشتارها کشتارهای عقیدتی است. هر جا عقیده ای برآمد، عقاید دیگر رو نمیتونه تحمل کنه و برای اینکه فضا رو برای خودش فراخ بکنه، عرصه رو بر دیگران تنگ میکنه. اصلا یه آخوند وهابی اگر در یک نقطه قرار بگیره، یه حکومتی تشکیل بده، یا آخوند شیعه کمان که در ایران دیدیم، یا آخوند سنی مسیحی، اصلا یه عقیده به قول شما وقتی در یک جا حاکم بشه، نسل روبی میکنه، اونجا رو پاکسازی میکنه، اونجا رو به آتش میکشه، صرفا به این خاطر که خودش رو بهشتی میدانه، بقیه رو جهنمی، مگر اینکه از اون جلد خودش بیرون بیاد و فضا رو آنچنان وسیع ببینه که وارد حوزه انسانی بشه، بگه آقا من اگرچه مسلمانم، اگرچه شیعم، اما در کنار یک مسیحی، در کنار یک یهودی آنچنان زیست میکنم، زندگی میکنم که اگر ببینم او باسوادتره، او فهیمتره، او رو انتخاب میکنم به عنوانی که رئیس جمهور سرزمینم باشه و من میرم در کنار او حتی رفتگری میکنم. این نگاه انسانیست، به خاطر این که آقا یه مسیحی ممکنه شایسته تر باشه برای اداره یک جامعه، به خاطر این که آقا او رو آزمودیم و در آزمایش ها او سربلند بوده. الان شما نگاه کنید، یک جمعیتی از مسئولین شیعه در ایران هی تکرار میشن، اغلب دیگه نخنما شدن، هیچ حرفی برای گفتن ندارن، اکثر قریب به اتفاق اینام پخمن، یعنی در اون حوزه مسئولیتی و تخصصیشون هم صاحب شگرد و فهم و زیرکی و تخصص هم نیستن، هر چی داشتن مصرف کردن. الان یه اطلاعات که آمار دارن، من یه نمونه براتون مثال میزنم. الان یه آقای به اسم عیسی کلانتری آمده مثلا برای محیط زیست، چون اینا خانم رو نمیتونستن تحمل کنن، یه خانم تکراری هم بود، او رو کنار گذاشتن،
الان آقای عیسی کلانتری آمده یه سری آمار میده، با اون آمارها یه سری جذابیت ایجاد کرده. این آقا 12 سال وزیر کشاورزی بود، یک حرف و یک حرکت و یک رفتار درست و متخصصانه از ایشون ما ندیدیم. من خودم ببینید آقای نوریزاد، مشکل همینجاست که در آغاز آقای خمینی اعلام کرد که ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم، و در اون موقع صدایی از متخصصینی هم که ریش مختصری گذاشتن و یقه چرکینی پوشیدن وارد دستگاه شدن هم بر نیومد. الان هم نظام میتونه بگه ما داریم بر همون روال عمل میکنیم، ما برای ما تخصص مهم نیست، یه نون و ماستی امت بخوره کافی است. بنابراین تعهد میخوام، الان این تعهد، حالا اول میگفتم به اسلام و دین، الان به حکومت و ولایت شده. این رو چه پاسخی شما براش دارین؟ حکومت بر خلاف به اصطلاح مبانی خودش عمل نکرده، مشکل کجاست؟ امید بستنه که مشکل ایجاد میکنه، نباید امید بست. چی هست؟ آقای خمینی راست گفت که ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. واقعا راست گفت، برای اینکه ایشون افقش از یک جامعه، جامعه ایست که بره مثلا حالا یه بقالی داشته باشه، اونجا رو اداره کنه، بره مسجد نمازش رو بخونه و بیاد ذکرش رو بگه. اصلا دنیا و جامعه و اجتماع برای او بسیار محدود بود، بسیار محدود. این رفت و آمدهایی هم که به پاریس داد، مشاورینی مثل آیی از دین ها برداشتن بردنش پاریس، وگرنه او با آفتابه بیشتر همدلی داره تا اینکه مثلا یه شیری باشه که اتوماتیک باشه برای اینکه کم آب مصرف بشه. او با آفتابه، با عبا، با یک حسیر، با یک زیلو، اصلا زندگی او اینه. منتها شما نگاه کنید، یه طلبه این تعریف میکرد، میگفتش که تازه امشی آمده بود توی نجف مثلا که ایشون خانه داشت اونجا، میگفت من میرفتم اتاق آقای خمینی، میدیدم پر مگسه و ایشون داره اونجا مطالعه میکنه. بهش گفتم که آقا امشی آمده، من یه تلمبه با خودم آوردم، شما یه لحظه از این اتاق خارج بشید، من گرو تلمبه بزنم، امشی بزنم. گفت این امشی چی کار میکنه؟ میگفت گفتم که این مگس ها رو میکشه. آقای خمینی گفت نه، مگس جان دارد، مگر میشه آدم یه جاندار رو همین جوری بکشه؟ میگفت بلند شد و پنجره رو باز کرد، با عبای خودش این مگس ها رو بیرون داد. شما نگاه کنید، آدم لذت میبره که یک عالم دینی مثلا با مگس یک چنین رفتاری داره که مگس در دنیا با مثلا یه اسپری حشره کش کشانده میشه، ولی یه عالم دینی میاد مگس رو از پنجره با احترام بیرون میرانه. ولی همین ملا وقتی میاد ایران، درست در مدرسه رفاه که هست، تو پشت بامش قتل عام میشه. یا مثلا تو 4 خط نوشته، یه دفعه 230,000 نفر رو میفرسته سینه دیوار. اینه که به قول شما عقیده وقتی حاکم بشه، از یه طرف آفتابه، از یه طرف مگس رو میبینه، از یک طرف اصلا جان انسان ها براش مهم نیست. مگر همین آقا نبود که میگفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشه ما هستیم؟ ایشون فرمانده کل قوا بود، یعنی آقای خمینی فرمانده کل قوا بود، میگفت این جنگ تا ما تو دهن صدام نزنیم و چنان بزنیم که برقش از مثلا زیر گوش مثلا آمریکا و شوروی نه در بیاد. شما نگاه کنید، این فرمانده کل قوا چه سابقه نظامی داره؟ چه آگاهی از جنگ داشت که بچه های ما رو داد جلوی توپ؟ یعنی یک جنگی که میتوانست شروع نشه، یا اگر شروع شد خیلی زود به پایان برسه، با حضور آدم‌هایی در برسرش 8 سال ادامه پیدا کرد و ما آسیب‌های فراوان دیدیم، صرفا به خاطر اینکه مردم به یک جهل بزرگ داخل شده بودند، به یک جهل بزرگ دل بسته بودند، و تا زمانی که این جهل روفته نشه و هنوزم هست، یعنی الان گرفتاری ما همچنان هست که یعنی واقعا مثلا بعضی هستن شیدای آقای خامنه‌ای هستن، ایشون رو یه شخصیت آسمانی میپندارن. تا زمانی که این جهل روفته نشه و این جمعیت امامزاده بروها تقلیل پیدا نکنن و کار به دست شایستگان و فهیمان و درست اندیشان نیفته، ما همچنان با این فاجعه بزرگ عقیدتی
و ایدئولوژیک سر و کار داریم و حالا حالا گرفتاریم. آقای نوریزاده، برگردیم به این روایتی که گفتین راجع به امشی. من اینو از زبون آقای مکارم هم سالیان پیش شنیدم که اون سال اول اعتراض میکرد که ایشون البته قبل از پیوستنش به خیلی به اصطلاح میلیاردرهای بعد از انقلاب انتقادم کرده بود آقای مکارم شیرازی، اما شاید باید به اون راویه شک کرد، یه همچی چیزی نبوده. شاید هم مثلا خود آقای خمینی امشی رو گرفته زده، شاید چون نمیشه یک مرتبه به اون ظریف طبعی و بعد به این راحتی، و میشد شاید آثار آنچه که بعدن اتفاق افتاد و در کتاب های آیت الله خمینی از پیش آنچه که منتشر شده بود، شاید رگه های جای پاهایی رو اونجا میشد تشخیص داد که کسی که در راه هست چه خواهد کرد، چون که بر مسند قدرت تکیه کند. با شما هستیم عزیزان و آقای محمد نوریزاد. هولوکاست شیعی چیست، چه هدفی داره و پیکان اعتراضش متوجه چه کسانی و چه دوره ای هست. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاد، پیش از اینکه به هولوکاست شیعی بپردازیم، باز من تکرار کنم متاسف هستیم که آقای دکتر محمد ملکی با ما نیستند و به دلیل کسالتی که داشتن پس از مدت کوتاهی ما رو ترک کردن به استراحت. اما پیش از رفتن و پرداختن به هولوکاست شیعی، من مایل هستم اشاره بکنم مهاتما گاندی هم زندگی چندانی نداشت، البته خب وکیلی بود و با دنیای معاصرش زندگی میکرد. آنچه که بود، آقای خمینی ظاهرا به گفته شما با دنیای معاصرش زندگی نمیکرد و مشکل از اونجا شاید آغاز میشد. ولی نکته این، نظامی رو که ایشون پایه گذاشت، کارگزاران الان، همین الان من استنباط شما رو مایل هستم در این مورد بدونم، دو جناح در انتخابات 88 که گرفتاری با هم پیدا شد و ماجراهایی که همه میدونیم، و بعد الان هم آقای کروبی و هم آقای حمید بقایی معاون احمدی نژاد، اینا یکی از خواستای علنیشون اینه که ما رو محاکمه کنه ولی دادگاه علنی باشه. یعنی این حکومت حتی نتونسته یک دستگاه قضایی مورد اعتماد برای کارگزاران اصلی خودش هم تهیه کنه، یا این نشونه چیز دیگری است؟ از شما میپرسیم که درگیر روزمره بودید با دستگاه قضایی و حراست و امنیتی و همه این چیزها. ما با مردمی طرفیم آقای چالنگی که بخش وسیعی از اونها نمیخوان بفهمن، یعنی به محض اینکه بفهمن در حوزه رنج قرار میگیرن و آزرده خاطر میشن و ترجیح میدن که نفهمن. این نفهمی چیزی است که حکومت اتفاقا براش هزینه میکنه، براش خرج میکنه و فضا براش میپردازه. یعنی شما نگاه کنید جمعیت امامزاده ها که مثلا از یه دفعه 2000 تا رسیده 15000 تا، بر بستری از نفهمی مردم و هزینه کردن حکومت پا گرفته دیگه، فضا براش پرداخته. علت دادگاه ها هم همینه. یعنی شما نگاه کنید دادگاه ها اگر اون پشت مشتا باشه، این حاکمیت میتونه به این سیلاب هجومی نفهمی خودش بدمه و مردم رو در همین عرصه نگه داره. ولی هر دادگاه علنی میتونه شهابهایی از آگاهی به سمت مردم شلیک بکنه و مردم یک دفعه با یک منبع تغذیه آگاهی مواجه بشن که داره انگار که از سیستم قضایی دارن مردم رو تغذیه میکنن به سمت آگاهی، و این اصلا ممکن نیست. مثلا شما آقای کروبی رو بیارن، خب سیستم هر چی که حالا دلش خواسته برای کروبی گفته، حالا نوبت کروبی است که بگه که آقا من که دیگه تو داخل شما هستم، میدونم شما چه خبرید.
اینا رو هم داشته باشید. یا مثلا بقایی رو بیارن، هر چی سیستم میخواسته راجع به بقایی بگه دو تا میذاره روش میگه، ولی بقایی هم 5 تا داره که بگه. اصلا در یک دادگاه علنی وقتی سخن دو طرف شنیده میشه، به جای این که فقط اون قاضی داوری کنه، مردم که تماشاگر این دادگاه هستن هم به قضاوت دعوت میشن و خروجی اون رأی دادگاه به اون آزمون فهم مردم احاله داده میشه که آی مردم ببینید حرف دو طرف رو شنیدید، حالا این رأی قاضی آیا براتون قابل قبول هست یا نیست. حکومت اصلا آمادگی این رو نداره که دستگاه های قضایی او منشأ یا منبع تغذیه آگاهی باشه برای مردم. به همین دلیل اون پوشمشتا همه ماجراها رو رتق و فرق میکنه. تا الان شهامت برگزاری یک دادگاه علنی از معترضین رو نداشته. اما در مورد، اگه اجازه بدید، من یه نکته ای رو در مورد آقای خمینی بگم. آقای خمینی به شدت در صحبتهاش همه دارایی شعوریش متعلق به گذشته بود، برای آینده حرفی نداشت، چون سن وسیعی از عمر او سپری شده بود، تمام دانسته‌هاش، تمام آگاهی‌هاش متعلق به گذشته بود. مثلا یه دفعه میگفت مصدق مسلم نبود، بعد بازرگان میره پیشش میگه آقا من به چشم خودم دیدم که او مسلمان، نماز میخونه. قبول نمیکرد که حالا حرف گفته خودش رو اصلاح بکنه. ولی یک نفر به شدت در تربیت آقای خمینی تأثیر شگرفی داره و اون مدرسه. مدرس نماینده مردم اصفهان ظاهرن شده و تهران در مجلس و این مقطع جوانی آقای خمینی است. من در تلویزیون خودمون 2 فیلم به صورت نمونه مثال میارم برای شما که از تلویزیون ایران پخش شده، شیفتگی آقای خمینی رو به مدرس میرسانه و اینکه چقدر از او خشونت رو آموخته. و اصلا مثلا از یه فرد با ادب ایشون اسم نمیبره، از یه فردی که اهل مداراست اسم نمیبره، از مدرس با یک اشتهای عجیبی که مثلا یک چنین آدمی بوده. یه 2 خاطره تعریف میکنه، بعد ببینید چه تأثیری آقای خمینی از مدرس گرفته. میگه من طلبه بودم در عراق، مدرس نماینده بود در تهران، بعد این والی یا حاکم خمین در خمین که شهر و زادگاه من بود 2 سگ داشته، یکی سیاه یکی سفید. این از تلویزیون خودمون پخش شده. بعد این هر وقت صدا و سیما تلویزیون کشور خودمون، یعنی تلویزیونی که هیچ مردم در او سهمی ندارن، تلویزیون حکومت اینجا، منظور تلویزیون ایران. بله شما درست به نکته اشاره کردید، ما خودی نمیبینیم در این تلویزیون. عرض کنم، میگه که این حاکم خمین هر وقت با سگ سیاه کار داشت، داد میزد سید بیا، بعد این سگ میدوید میرفت پیش حاکم، بعد با اون سگ سفید کار داشت میگفت شیخ بیا. هیچ ابایی هم نداشت که این 2 سگ رو ببره توی مثلا کوچه، تو منظر، خیابون، بین مردم، بعد میگفت شیخ بیا، این سگ سفید میرفت، سید بیا، مثلا سگ سیاه میرفت. میگفت مردم نامه نوشتن که شما این ماجرا رو با آقای مدرس که نماینده اصفهانه در میان بگذارید که یک کاری بکنن، نمیشه که یک حاکمی انقدر توهین بکنه. میگه من این نامه مردم خمین رو برداشتم بردم، نامه رو دادم، گفتش که حالا ببینم چیه. گفتم اینجوریه، یه حاکمه 2 سگ داره، سید بیا شیخ بیا. میگه مدرس مستقیم به چشمای من نگاه کرد، گفت برید بکشید این حاکم رو. گفتم آقا شما نماینده مجلسید، دارید به ما میگی برید بکشید؟ مدرس برگشت به من خمینی جوان، گفت برید بکشید. شما مگه نمیرفتید دزدی میکردید، توی راه دزدی وضو میگرفتید، غسل میکردید، کشتر میشدید؟ برید این حاکم رو از نظر من، از نظر شرع ایشون محکوم به اعدام، برید بکشیدش. این خیلی رو با شما اشاره میفرمایید آقای نوریزاد به تمایل آقای خمینی به کشتار و کشتار دهه 60. بله. یکی بعد بفرمایید. و
ایشون ارجاع میده به اسلام خودش. بله کاملا درسته. یعنی آقای مدرس از اسلام خودش حکم اعدام اون حاکم خمینی رو گرفت، در صورتی که اون نماینده مجلس و قانون گذاره، باید بگه برید به قانون شکایت کنید. برگردیم به زمان معاصر، چون آقای خمینی از بسیاری بسیار تحت تاثیر بود، همونطور که اشاره کردیم، بله بسیار از مدرس و کشتارهای بسیاری به راه افتاد از 22 بهمن به این ور و کشتار دهه 60 و هولوکاست شیعه هم که شما اشاره کردید در گفتهاتون نوشتهاتون، هدف چی هست از پرداختن به آنچه که شما هولوکاست شیعه خوندید؟ هولوکاست شیعه یعنی یک کشتاری با ریشه شیعی در این کشور صورت پذیرفته. حکومت به شدت اصرار داره بر او سرپوش بگذاره و اصلا او رو اصلا مطرح نکنه، به اسم این که آقا مجاهدین از ما میکشتن ما هم کشتیم. ما میگیم آقا مجاهدینی که اسلحه داشتن شما گرفتید اعدام کردید، ولی یه مجاهد زندانی که طبق قانون قضایی خودتون به 2 سال و 5 سال و 7 سال متهم شده، مجرم شناخته شده و داره دورش رو میگذرونه و الان مثلا 4 سال از 5 سالش گذشته، اینو چرا برمیدارید اعدام میکنید؟ این که ما اصرار بر شیعه داریم، اطمینان دارم آقای خمینی ارجاع داده کشتار این 230,000 نفر رو به تشیعش، یعنی الهام گرفته از زندگی حضرت امیر و کشتار خوارج که مثلا اونجا حضرت علی با خوارج جنگید و کشت، در حالی که اینجا اصلا جنگی نبوده که، یه عده زندانی بودن، زندانی اسیر، اینها رو برداشتن کشتن. این هولوکاست جناب آقای شالنگی حتما شیعیست و یک کشتار بسیار هولناکیست که با تمام اصراری که حکومت برای سرپوش نهادن و فراموشاندن او داره، ما باید تلاش بکنیم برای مطرح شدنش، به خاطر این که اگر ما اصرار نکنیم برای آشکار شدن این ظلم بزرگ و این کشتار بزرگ، آهنگ این کشتار به سمت تک تک ما خواهد آمد. یعنی ما امروز اگر ببینید، شما نگاه کنید این همه جمعیت در میانمار کشته شدن، هیچ آب از آب تکون نمیخوره، ولی 2 نفر تو آمریکا کشته میشن، چرا؟ تمام مجامع حقوق بشری به هم میریزن. علتش این استش که جان انسانها متناسب فهم مردم در اونجا بها داره، بعد در میانمار جان مردم به خاطر نفهمی رایج در اونجا بها نداره. ما نباید اجازه بدیم کشتار سال 67 و قبلش که بیگناه یک جمعیتی به سینه دیوار سپرده شدن به فراموشی سپرده بشه. حتما ما باید از طریق مجامع جهانی به این قاعده بزرگ دست پیدا کنیم که این رو به عنوان یک کشتار بزرگ بشری یا مثلا یک جنایت بزرگ جنگی یا غیر جنگی حتی حقوق بشری تلقی بشه، که به تناسب او ما بتونیم به حکومت فشار بیاریم برای حتی سرنگونی. چون این کشتار یک نفر اگر ثابت بشه که حکومت متعمدانه او رو زده کشته، دلیل درستی است برای سرنگونی اون نظام، چه برسه به این که 10,000 نفر 20,000 نفر 30,000 نفر بوده باشن. الان خود مسئولان حکومت برخشون اومدن و در این روزها مصاحبه‌هایی که انجام میدن رسما اعلام میکنن و با افتخار امثال آقای پور محمدی و بقیه که ما دست داشتیم، حاجی براتی و بقیه که ما دست داشتیم در این و باعث افتخار ما هست. و آیا شما شکایت هم به مراجع بین المللی در این مورد کردید؟ بله بله، من و آقای دکتر ملکی یک شکایت کردیم به دست دبیر کل سازمان ملل و خانم عاصمه جهانگیرم رسوندیم. دیدم حدود 2 هفته پیش اونها هم تقریبا متأثر از این نامه یک به اصطلاح بیانیه‌ای رو به شورای امنیت یا به خود سازمان ملل ارجاع داده بودن که در ایران یک چنین جنایتی حتما باید واگشایی بشه. علت این که پور محمدی یا آقای براتی از این حرفا میزنن نشون میده که برخلاف آنچه که این آقایون اصرار بر مخفی نگه داشتن این ماجرا دارن، این خون داره موج میزنه و حریف میطلبه و تک به تک اینها رو در دل خودش فرو خواهد کشید
و این نظام رو سرنگون خواهد کرد. بله، من اشاره من به این بود که شما اشاره کردن اگه مسئولی ثابت بشه در کشتار دست داشته، اینا خودشون اومدن و رسما این مسئولان خودشون اعلام کردن و تایید کردن شرکتشون رو در کشتار حتی، و این خوب دامنگیر. ببینید آقای چالنگی، ما از این مسئولین حرف زیاد میشنویم، ولی ما باید به یک محکومیت بزرگ جهانی چشم بدوزیم. درسته، حرف اینجا... این هست برای اینکه دچار سوء تفاهم نشیم، حرف من این هست که خود اینها هم حتی تایید کردن و این سند جرم هست، گفته های خود مسئولان در واقع میتونه به عنوان سند جرم در واقع تلقی بشه، نیست اینطور؟ همینطوره. آقای پور محمدی میگه من حکم خدا رو عملی کردم. خب فردا هم یکی دیگه پیدا بشه او رو بزنه بکشه بگه آقا منم حکم خدا رو عملی کردم، تو آیه بیار منم آیه میارم. ما اینجاست که باید به قانونی که برآمده از فهم و شعور جمعی است پناه ببریم. به همین دلیل درست میفرمایید، اصلا تک به تک اعتراف هایی که اینا کردن، حلخالی کرده و کشتاری که اینها توی سال 67 انجام دادن و اسناد و مدارکش هست در خاوران، در گورستانهای دیگه، اینها تک به تکش سندی است دال بر جنایتی که در اون سال بر مردم ما روا شده و اینها اصرار بر اختفای او دارن. سپاسگزار هستیم آقای محمد نوریزاد در تهران، با سپاس بسیار. و خواهیم پرداخت به موضوع هولوکاست شیعه، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60، بیشتر از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گروه های دیگری که چند و چندین تن از گروه های دیگه هم طی این سالهای دهه 60، 67 به خصوص در زندان ها قتل عام شدند. سپاس از شما آقای محمد نوریزاد و سپاسی دوباره از آقای دکتر محمد ملکی. همونطور که اشاره کردم، حکومت بسیاری از اقداماتش رو نفع کرد، اما مرور زمان ناچار کرد مسئولان حکومت رو که رسما تایید کنند آنچه رو که انجام داده بودند، مانند انکار دخالت در قتل‌های خارج از کشور دکتر شاپور بختیار، اما استقبال رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قاتل آزاد شده شاپور بختیار. به پایان برنامه رسیدیم با امید.